درود و وقت بخیر، آرتا هستم و اینجا ماچوه. دیسترک، اول اینکه امیدوارم که حالتون خوب بشه، مثلا میشه دیسترک جیدار رو داریم در اینجا. خب مشخصا طبق چیزی که خودش گفته دیس به گروه زد بازی همشه که اخیرا که جرس کنم داشتن کم و بیش، و اول پایدار یک دیس داد و زد بازی یک دیسترک داد، دوباره پایدار دیس داد و دوباره الان باز دال دیس داده. امیدوارم که دیسترک خفن باشن. جیدال زیاد گوش نمیدم، از پایدار زیاد گوش نمیدم، برای اینکه ترک های مهم بشون باشه مثل دیس یا ترک های خفن، و ریاکشن هم نداشتیم نه از پایدار نه از خود جیدال. امیدوارم که ریاکشن خفن بشه و جیدال ترکونده باشه. بیشتر از این صحبت نمی کنم، منتظرتون نمی بذارم. بریم بیایم، بریم ببینیم چیا گفته جیدال عزیز. ما بردیم نکن. کسی که واقعا ببره لازم نیست سر جوار بزنه بگه ما بردیم. اگه به برد و باخت که 3-1 جلو، اگه هم به گوخوری که شما سردیش بردین، من آهنگ دادم مخاطبم شما دوتا بودین، هرچی هم گفتم فکت بود به خود و خودتون. شما آهنگ دادین یه مش کوسیرای تخیلی بامزه، لفظای دوم راهنمایی، و اگه به عروس بود که هرکی دور و برت بوده و هست خواهد بود آرزوشون یه شب عروس من باشن. اینم به ظلام همه ها که تو ابد به قلب نزدیک پشمام هنو شروع نکردیم پشمام گفتنم شد سعی میکنم دیگه هم در بگم پشمام. چند تا نکته رو گفت عرفان. میگه اول اینکه به اینکه کی برده، اگه به دیس دادنه که ما الان 3-1 بردیم با حساب اینترنت میشه 3 تا دیس اونها یه دونه دیس زد بسیم، اگه به گو خوردن شما صد هیچ بردیم، یعنی شما خیلی. و یه چیز دیگه هم گفت، آها گفت دیس ما فکته، یعنی بر اساس یه سری واقعیت آتو رو شما رو دیس میکنیم، ولی شما چون آتوی از مون نذارین به دیس تخیلات مثل عروس و لفظای لاتی به قولی می دیس میکنیم. نه همچین چیزی عرفان هم هست تو تره که همین یه قسمت فقط گوش کنیم. تخیلی بامزه، لفظای دوم راهنمایی، وگرنه اگه به عروس صدا خوب باشه دور و برت بوده و هست و خواهد بود آرزوشون یه شب عروس من باشن. اینم به ظلم همه ها که تو ابد به قلبت نزدیک باشن. کار هرچی چهار فیکه مخواه با کرام آمار جنده، یه روز پاریس تقوه میزدم یادی کردم یکی ارفا میگه نبر اسم ما کارت. چی گفت؟ نفهمیدم. ارفا من تشک ایران نرم مثل اوی خوزکار هرچی چهار فیکه مخواه با کرام آمار جنده، یه روز پاریس تقوه میزدم یادی کردم یکی ارفا میگه نبر اسم ما کارت، تم میگه بزن قید شعارش سر حرفم سفت و خواهی زد بازی خسته هم وقت که لی تو چا قده اینو فکته من خواهی میگه تو اون توفنگ فکتی و بس چی بس. چیکار به لیتو داره جی؟ لیتو چرا رفتی به زد بازی داره؟ لیتو چواله، پس دیسی زد بازی نیست فقط زد. البته اومد الان هدفشو تعیین کرد تو یه جمله هم اسم زد بازی رو آورد، هم گفت که لیتو چواله، پس دیس به زد بازی و لیتو. ارفا میگه نبر اسم ما کارت، تم میگه بزن قید شعارش سر حرفم سفت و خواهی زد بازی خسته هم وقت که لیتو چا قده اینو فکته من خوره خیلی به تو اون توفنگ فرسی و بس چی بس تو کف دوی مامی جوز میده بیبی لیتو جون بگیره خوب بکنه اسکی دریکو شنیدم دل تنگه برای چی داره هفتاد چی داره هفتاد بیاد میباره عشق و تو رو دیدی بلالات یکی میذاره اما چی داره هفتاد توی ایران تنهایی زندگی کوتاهی فرصت زیاد نشدن خواهی مال کسی یه بار داشتن خواهم بهم بگن روح چاد مردم یه ایران اون دنیا فکر کنم رضا شاه شما بری تو به ایران صلوات و بابا خواهی مال کیرم تو هدفات و آره امریکاییم و تو شعب سه بیان ستایی نمیدیم تلفات قبلا هم گفتم و من میگم هر بارم فقط خودم و خود خدا ترس دارم خیابونا میدونن راستن همه حرفا من
مثل ابی چند تا بگم اگه اینو نرم مثل ابی چی؟ نفهمیدم نگفتم چیزی که میخوام بفهمم میگم هر بارم من فقط خودم و خود خدا ترس دارم خیابون رو میدونن راستن همه حرفان کش اگه ایران نرم مثل ابی چند تا بگم من را سر چهار بپره چون سینه این رستور رو مستواش منو چون چطورن که غلط آمارش درشو خوب بگرد شاید باشه شایم پدرشو باید تنگ بپوشی نمیم شیشی به چون لات بازی ها تو مریج کیزه لفظش قشنگ میگی شما با تنگ بپوشید جون جذابیت رو بگم نمیاد شیش جیبه تو با چی چاقی نرسی رو مستواش منو چون چطورن که غلط آمارش درشو خوب بگرد شاید باشه شایم پدرشو باید تنگ بپوشی نمیم شیشی به چون لات بازی ها تو مریج کیزه نفکر این کنسله برات میریختش برات کلیسی رو میکردیم بیریخت بله ترک فکت کلن میگی شما لات بازی ها دسته ریچکیتسی ریچکیتس مثل این که یه پیجی من خودم زیاد اطلاع نداشتم از این ریچکیتس مثل این که یه پیجی راجبه افراد پول داره بعد اومده بود از سامان ویلسون افشاگری کرده بود گرفته بود دوش یعنی کل فک و فامیل و اول تنخره سامان ویلسون رو کرده بود همه چی رو گفته بود و حالا چه مشکلی دارم با همون زیاد تو جزئیات وارد نیستم اینا خیلیتون کاملا تو داستان هست من که کلا تو حاشیه رپ فارسی ام چون زیاد درگیر حواشی سامان ویلسون نشده بودم و واسه همین که زیاد در جریان نبودم که چی گفتن به همون علتش اصلا چی بوده ولی خب در این حد دیگه میدونم فهمیدم چه فکتی داره میده شایم پدرشو باید تنگ بپوشی نمیم شیشی به چون لات بازی ها تو مریج کیزه افکر این کنسل برات میریختش برات کلیسی رو میکردیم بیریختش تو هم دیسه من رو تو رو بده بره چی؟ مهراد چی؟ آمارش درشو خوب بگرد شاید باشه شایم پدرشو باید تنگ بپوشی نمیم شیشی به چون لات بازی ها تو مریج کیزه افکر این کنسل برات میریختش برات کلیسی رو میکردیم بیریختش تو هم دیسه من رو تو رو بده بره کندایی تو رفر ازبولایی باشه با راکساری اصلا التون جانی نیفتی از سی جی نفهمیدی رپ کنی یا که بسی جی خواستی بولدار ترشی در راه قبطر خواهی مال ترشی تدریجی میگی قهرمانی ولی دروغ قصه است توی سینه مردم گلوله حیرت تو خوندی توی لوله کوکوله کیرت بودی با اون که نونو زد خون ملت مشروع نیستین دیگه مثل نظام جیدا جولیو رپ مثل سزا اسرائیل شما بشه صدام شده وقت رهلتتون مثل امام قبلنم گفتم و من میگم هر بارم این کار رو چیزم کرده بود فجایی که میاد دیس میکنه و تو دیسش چی بهش میگن سیاسی طور هم میخونه یعنی هم میاد مستقل بودن خودش رو میخواد نشون بده به مخاطب و ثابت کنه و دیسش هم میخواد کنه به این شکل اخیرا مود شده این سبک از دیس که قاطیش میکنه برو سیاست نمیدونه چرا تو دیس سیاست ترفی نداره داره. البته واسه یه سری آرتیست ها که مثلا زد بازی بهشون گیر دادن میگن شما وصلین شما خواهی مالید یا فلان آره اینم باز میشه یه فکت گرفت سیاست رو قاطیش کنین چون درگیری سیاست رو زد بازی بده وقت رهلتتون مثل اما قبلنم گفتم و من نمیگم هر بارم من فقط خودم و خود خدا ترس دارم خیامون رو میدونن راستن همه حرف آمد کش اگه ایران نرم مثل اوی افسانم هم تو همون مخفی دوهان اگه آلستارم بود جای سیر پام بود یا پام توش بود تا ساقم نم مهمان بودی تو کلا تو رپ فارسی مهمان بودی همیشه مهمون این آهنگ مهمون اون آهنگ آره آره یارو یک بود دو بار آمارش باید دفتگاری شن استعداد امروز شما سیر خوابای 10 سال پیش هم از استعداد فلو و تقلیم صدای جی جی رو داشت اینجا جدا خیلی خوب آها اون تیکه که اول ترکم یه جوری میخوام متوجه نمیشه داشت عده یه جی جی رو در میابر خیلی خوبه
عمرش باید دست گوریشن استعداد امروز شما زیر خوابای 10 سال پیشم از استعداد نزنی باز رفت جایی استعداد چیه تو بازی افکاری کیو آوردی به ازاد چاجون بیبی لیتور همه پایدار داریم کاستوم زده با سوز بر من کیرم هم نیکه تام فورد برده آقازاده ها کنسرت میدن چون رپ کنم یه دونه پاسپورت ندارن نرینم بهتون بیشتر دایی بازتون کنم مثل تیغ جرایی یه رفر خوب داریم سپر خلص خوب بگردین اونم از هیچ کس داریم شمرون پاریسندن آنتریو جر میدم من توی یه رپر خوب داریم مثل یه رپر خوب داریم اونم سپر خلصه اونم از هیچ کس داریم یعنی چی سپر خلصه چه رفتی به سروش هیچ کس داره از هیچ کس داریم هیچ کس نمیدونم چرا امشب انقدر مخم کار نمیده نمیدونم کنم یه دونه پاسپورت ندارن نرینم بهتون بیشتر دایی بازتون کنم مثل تیغ جرایی یه رفر خوب داریم سپر خلص خوب بگردین اونم از هیچ کس داریم شمرون پاریسندن آنتریو جر میدم من توی دوزاری و لفظ اقابی با صورت مرغابی و یکی جمع کنه پیرم عد قنداری و آنالیز کن بوده من چاقال ارتاری وقتی و شما زدم سال آدم توی سامان الکولی بابا شرگوی باشه نمیذاره بیام بابا بس کنی پادکست مسیح راستی هم که اسکولیا بابای سامان زد کلا افهم اسم کنه اومده اینجا صحبت کنه چیزی نخونده تا حالا باشه هر گویی باشه نمیذاره بیام بابا بس کنی پادکست مسیح راستی هم که اسکولیا گوش ندادی یا داری تحریف میکنی که ذهنها رو بشونی زده ما من گفتم همه بریزم بیرون حقا که تخمه جمهوری اسلامی با پاس انگلیسیت که میری لندن خوب واسه غزه و فلسطینی که تارا توش پاتو نذاشتی میری راه پیمایی ولی واسه ایران انگلیس زندگی میکنی و هیر فرقشو میفوشی خبری نیست مثلا رو گفتیم سیاسی نیست یه سری چیزا یه بار همدردی کن فقط بعد مثلا نگو ولی خفه شو بریم یه استراحت کوتاه کنیم و بیایم یه توضیح کوتاه راجع به ترک و پایان ویدیو. خیلی خوب. ترک حقیقتش سال قانون باید ریاکشن بریم دیگه. از دوتا دیسترک قبلی پایدار به زد بازی به نظر من ضعیف‌تر بود. خب شاید علتش اینه خب عرفان یه چهره قدر دیگه توی رپ فارسی شاید علتش اینه که اینجا عرفان حضور نداشته و جدال به صورت تنهایی به قولی اومده بود توی ترک حالا عرفان حضور داشت ولی به صورت چی بهش میگن صحبت طوری و توضیحات استوری طور به قولی به این شکل ولی خب جدال هم قطعا خودش رپر محترمیه و قدر هم هست چرا که نه ولی به نظر من نسبت به دیسترک قبلی پایدار ضعیف‌تر بود اما نکته که وجود داره این که پایدار همچنان معتقده به حرفای سابقش و بکجور گرفت روی زد بازی هرچه من یه سری از ویستای فیلسونی که گوشیم توی کانالش میگفت ما از ما بکشید بیرون دیگه ما با شما کاری نداریم هرچی اونا زار میزن آقا ما به شما کاری نداریم جی جی یه استوری گذاشته بود خدا گفته بود آقا طبق قوانین بین الملل یه دیستاری می دیسترک دیگه ول کنید این قشنگ مثل اونایی که میرن دعوا میکنن بعدش میپیچونن و آره کلیتش اینه که از زد بازی واکنش خاصی نداره به این دیسترک های دیسای بعدی یعنی از دیس دوم و سوم دیگه واکنش خاصی نداشته و به این شکل بود اخیرا هم سامو بیستان گرفته بود رو فدای قرار بود یه دیسترک هم برای که بعد هیچ خبری نشد به این شکل مرسی که اینجا ویدیو همراه ما بودید نظراتتون هم راجع به ترک کامنت کنید ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و چک کنید که سابتون نرخته باشه تا ویدیو بعدی بدرود.